اللهم صل على فاطمة و ها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و عدد ما اخاط به الملك عوض بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم هر زده به احترام محضر شما تسلیت بابت این ایام و خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران یه اکثری راه رفتید و مثل مارمزو نونه روز پونزدهامش همش که رد میشه بعدش که سرازیریه هرچه به حرم متحر حضرت و نزدیک میشیم این شوق و شور بیشتر میشه این کشش بیشتر میشه و انرژی هم بیشتر میشه ما شبه ها بعد از نماز مغرب ایشا در خدمت زوار عزیز هستیم و برای همین چون ظاهران بزرگوار عوض میشن من موضوع رو سلسله جلساتی انتخاب نکردم هر شب راجع به یک موضوعی مرتبط با عربعینه امسال میخوام راجع به یه سری بایدها و نبایدهای این مسیر صحبت کنم یکاش تیر یک من این صحبتها رو گفته بودم همینم غنیمت حالا انشالله این چهار ست دیگه بیشتر لحاظ بشه یا حداقل برای سالهای آینده دست شما در یکی از نکات کلیدی که باید در واقع لحاظ بکنیم من خیلی دنبال بحث‌های اخلاقی مسیر نیستم و اون یه موضوع دیگه یا یه شب دیگه راجبی صحبت میکنم همین هم روی در در واقع اینترنت قرار میدیم میتونید بعدا حالا استفاده بکنید اینی که یه این وقت خدای نکرده جوری نشه که هواشی هواشی این سفر که خودش خیلی جذابه جذابیت هایی دارادم نمیتونه بگیره جزی از سفره اصلا یه وقت یک مسئله جدا و کنار از سفر نیستش که بگیم آقا رقابت داره میکنه با این سفر زیارتی نه جزی از سفره اما مبادا یک جای هاشیه ها بر متن پیشی بگیره خیلی از این پذیرایی هایی که داره تو این سفر میشه از زایران جزی از سفره اما یک نفر بیاد فقط حواسش به چپ و راست نگاه بکنه ببینه کجا چی دارن میدن و این دیگه هدف رو گم کرده دیگه خب <applause> یعنی ما برای خوردن کسی اینجا نیومده همین هزینه که شما برای سفرتون کردید میتونستید جمع بکنید یه هفته تهران یا تو شهر خودتون برید رستوران بهترین غذا رو بخورید طبعا بر کسی برقه. اما خب بله دارن زحمت میکشن پذیرایی میکنن و این احسان رو هم آدم نمیتونه رد بکنه استبادن. اما این وقت نشه خدای نکرده این هواشی بر متن پیشی بگیره گو علیکم بالمتون لا بالهواشی آره یه وقت نشیم زائر ناشی فقط بپردازیم به هواشی زائر اصلی میدونه که این طریق و این مسیر او رو داره به سمت عبا عبدالله میبره مبادا با خودمون بیم بگیم آقا ما داریم روزی تو چندین ساعت چند ده و چند صد ست ستون و عمود رو حالا مبنای پیمایش این مقیاس این مسیر عموده دیگه ها داریم میگذاریم و اصلا یه لحظه به خودم بیاد ببینیم تو مسیر چقدر فکر کردیم به خود امام حسین چقدر مشغول ذکر بودیم میبینیم همش حواسا پرد بوده با رفیقمون داشتیم میگفتیم میخندیدیم که خوبه منتها اینا حواشیه بله من دیشب داشتم عرض میکردم که یکی از ویژگی های سفر اربعین اینه که برخلاف آشورا آدم اینجا حزن نداره همش شادیه این شور و شعف اصلا عجب غریبه آدم اراده داره هیجان خیلی زیاد داره میخواد خودشو برسونه به یه مکان مقدسی توی یه زمان مقدس خب این خیلی ارزشمنده اینو باید دقت کرد بله پذیرایی دارید میشید اما حواستون پرت به اتفاقات نشه بهترین فرصتی که شما تو مسیر زیارت آشورای صد لن صد سلام هر روز بخونید دیگه دارید میرید دیگه کار نداره لعناش یه رب طول میکشه سلاماش 20 زیارت آشورای درست رو هم بخواید بخونید اون زیارت اینی که ما داریم میخونیم این بخشی از زیارت آشورای زیارت آشورای درست و اصولی رو اونطور که علما میفرمان اینی که اول زیارت مطلقه ششم امیرالمومنین رو میخونید بعد شش رکعت نماز همینجوری سر تو راه داره میری به خونه شش رکعت رو هیچی رادی مستحب بعدش زیارت عاشورای که معروفه که ما میگیم با صد لنصد سلامش بعدش هم الغمه رو بخونید این اون زیارت آشورای معروفه که میگه یک سالی در سامرا وباب و تا اون آمد چه بود همه داشتن تلف میشدن عالم وقت از مردم خواست زیارت آشورا رو به همین شیوه بخونن خوندن و چون دوستانم قبل جلسه از من پرسید من هیفه آمد گفتم تو جمع بگم خوندن میگه یک نفر از شیعان نماردن در سامرا برادران اهل سنت انقدر تلفات دادن که اومده بودن سراغ حوزه علمی شیعیان روحانه می بردن برای نمازهای میتاشون این زیارت آشوره که میگن بخونید اینجوری این بهترین فرصته شما تو مسیر دارید میرید ذکر عبا عبدالله رو بگید و حواستون جمع باشه همین نمازش هم سرپا تو این حرکت میتونید بخونید نماز مستحبیه آدم نیت میکنه این زیارت آشوره که با قول من بهش میگم بومبه اتم یعنی انقدر قوراییای عجیب غریب داره نظر میکنن چله میگیرن اینو حالا یک نفر میتونه نیت بکنه بگه که نه من منظورم زیاد عاشورای اصلی من میخوام همین اینو بخونم بله همینم خوبه منتها خب اون یه چیز دیگه است دیگه حالا گفتن اونه یکی از نکات یعنی شما میتونید بهترین فرصت اینجا بتونید خواهش ببخشید یه صلواتی ند بفهم آدم ذکر میگه حالا داره این تلفنات رو هم نگاه میکنه این با بالاخره مسیر اومدیم خودمونم میدونیم چه جوری دیگه آدم پیاده داره میره حوصله‌اش سر میره شروع میکنه به این ساک رو جلوش نگاه کنه زیپش رو نگاه میکنه برندش رو نگاه میکنه آرمش رو نگاه میکنه این اینور نگاه میکنه اونور نگاه میکنه به دوستش میگه اینجا رو نگاه کن به دوستش میگه اونجا رو نگاه کن بله صرف این مسیر رو رفتن ثواب داره اما خب خیلی حیفه آدم از این سفره فقط پیاده رویشو رو برداشت بکنه. زائر قلبش زائر میشه ما توجه بکنیم به اون مقصدی که داریم میریم حواسمون باشه این مسیری که ما اینجوری داریم میریم اهل بیت پیامبر تو چه شرایطی طی کردن و اونا عکس این مسیر اومدن از همون برعق برعق برگشت این بود از کربلا آوردنشون به سمت کوفه شاید بی راه نباشه اگر ما این سمت نجف به کربلا نجف کربلا که به هم چسبیده یه شهر شده دیگه نجف به کربلا رو که نگاه می‌کنی دست راست همه موکبه همه پذیرایی اون طرف جاده که می‌خوای برگردی چیه آره ما خیلی همون قبل از سفر رفتیم کفش درست حسابی بخریم پامون تاول نزنه راحت باشیم چه 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 اولاد پیامبر رو بهترین خلق خدا رو اشرف مخلوقات عالمین رو به چه شرایطی آوردن بعد ما خدا نکرده این شور شعف رو به, به هوای به خنده و شوخی و کاره دیگه در واقع بیخودی بکشه این صحیح نیستش طبعا خودتون واقفید خودتون اهل معرفتید اما از اینجا به بعد بیشتر توجه بکنیم داریم به جای نزدیک میشیم که از زینب این مسیر رو اینطوری که ما رفتیم نرفت اینطور که ما رفتیم قطعا نرفتن از بید. مورد بعدی خطری که وجود داره اینه که یه وقت خدایی نکرده مباحث نجادی تو این عربعین دیده بشه اینجا همه یه امت هم من گفتم پریش هم گفتم ایرانی بودن تو اینجا فراموش کن که ترک و فارس و عرب و بلوچ و عجم و چه میدونم هرچی که هستیم و هستید اینجا واسه اینجا نیستش بذارید کنار اینجا همه یه امت واحدن اینجا سیاه، سفید، چاق، لاغر چه میدونم فارس، عرب، عجم شیعه سنی حتی ما اینجا صبحی هستیم پیروان دین حضرت یحیان تا همین مسیر میان ما بیشتر از سمت بسره میان همین مسیر هستن عاشق انسانیت این مسیر مسیر آزادگیه روز به روز هم بر مشتری های خارجی اهل بیت اضافه تر خواهد شد و اونها ما رو نگاه میکنن میگن این حسین اگه کار ازش برمیاد رو همینا اثر بذاره امام صادق فرمود کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا ما یه زینت ما باشیم ما یه آبروریزی ما نباشید شماها رو نگاه میکنن یا یعنی این اهل بیت اگه کار ازشون برمیاد رو همینا اثر میذاشتن اینجا فکر نکنیم ما که مشکی تنمون میکنیم دیگه اینجا پیوست شدیم منگنه شدیم اتت شدیم به ابای اهل بیت مراقب باشیم داریم چیکار میکنیم روز به روز داره به خبرنگارهای خارجی که میان پوشش بدن اینجا اصلا مسلمون هم نیستن موسلم هم قبول ندارن داره زیاد میشه در به در دنبالن که چیکار بکنن یه چیزی پیدا کنن گزارش کنن حضرت عیسی داشت با صحابش میرفت یه درازگوشی بود مرده بود تجزیه شده بود باد کرد بود بدنش اینا دماغاشون رو گرفتن گفتن پیف پیف چه بوی بدی داره میاد حضرت عیسی علیه السلام فرمود ببینید چه دندونای قشنگی داره این و خرمورده گفتا این چه دندونه قشنگی ده یعنی آدمی که ذهنش پاکه آدم درسته خوبی ها رو میبینه اما بعضی ها چی فقط بدی ها رو میبینن همین چند وقت پیشتی میگه اکسی یک نفر گذاشته در اینترنت از یه مسیری که الله خورده مثلا آشغالم کنار مسیری کنار جاده ریخته شده رو زمین نشته بود آقا ای کاش کسایی که مثلا دم از اهل بیت قریب به مضمون که این رفتار رو یاد میگرفتن حالا ایشون نگاه سیاسی هم داشته خب خب اینو ما این انتقاد وارد میدونیم بله ما باید بهداشت و نظافت رو چیکار بکنیم رعایت بکنیم اما به این سرکار خانم هم که این پست گذاشته میگیم که شما برو هم کشور اروپایی رو هم نگاه کن بعد یه کنسرت ببین چه خبره بعد یه مسابقه فوتبال ببین چقدر آشغال رو زمین همین جاده نزدیک یه میلیون آدم توشه یک میلیون آدم انصافا بخوای به نسبت به یک میلیون آدم بسنجی واقعا آشغالی نیست بابا با کمبود سطل زباله مواجهه زائر می‌بینی نزدیک یک کیلومتر آشغالی هستش می‌گیره 100 متر 200 متر 500 متر اینو بندازه توی آشغالی شما اگه دلت می‌سوزه همکاری کنید بیا سطل زباله رو اینجا اضافه کنید آه؟ اما این بیماریه دیگه میخوام بگم امروز صبح داشتم اینا سر افراد هستن که در به در دنبال اینن که بگن یه ایرادی بگن بگن اینا اینجورین این همه آدم عیسی رو تو این مسیر نبینه این همه خوشگلی و زیبایی رو نبینه بره بگه دست بذار یه همچین چیزایی خب اون صادق میفرماد که بابا بعضی مثل مگسن مگس نگاه کنی فقط دوست بیرون کسیفی ها بشینه با چیز قشنگی هم ببین دیگه زیبایی هم ببین قبول ما هم میپذیریم این رفتار, رفتار درست نیست روز به داره بهتر میشه خدا شاهده شما چند سال پیش اون کسی که سال هاست می میان میدونن چند سال پیش بین این دوتا جاده کوه آشغال بود اون قسمت خاکی بین دوتا جاده آسفالت کوه آشغال بود کوه الان سال به سال داره بهتر میشه الحمدلله حالا کشور ما هم داره کمک میکنه خود زائرین هم باید کمک میکنن پس ما باید مراقب باشیم یک سری آدم افراد بیمار هستن میان چیکار میکنن دست میذارن همینو پیرن عثمونش میکنن دیگه حالا بیا جمعش کن یعنی آی اینا اینجوریان یعنی اینا رفتارشون چه اینجور افراد یه سری بزنن سر تفریگاه ها و تفرجگاه های خودمون تو ایران هم یه سر ببینن شمال میرن مردم چیکار میکنن اونجا رو اونجا هم بگن خب بعد از یه بازی دربی تو تهران هم برن ببینن آتش رو اگه میخوان برن نگاه بکنن همش غلطه ما میدونیم اما میخوام بگم که یک سری افراد تو اینجوری دارن نگاه میکنن ما مایه زینت اهل بیت باید باشیم حواسمون هم باشه که کوچکترین رفتار ما رو من دیشب مرز میکردم گفتم بابا اصلا رو ماها زومن رو ماها ده برابر زوم میکنن شما این همه آدم سفر سوار ماشین های آنچنانی تا یه روحانی سوار یه ماشین بالای پرشی ها میبینم میگن اوه این کجا آوردین. این آه این, این ریشوه این پیرم مشکی تنش این لابد اینا, اینا دوزیدن اگه جایی بالا کشیدن آنه. دقیقا چیزی که برای بقیه حسنه به عنوان حس میگم میگم باری کلوی عجب ماشینی داره او یه گازی هم میده با اگزوزش صدای آنچنانی میگه جون میمیره طرف با اون جون میده اما این طرف یوی برعکس میشه بسم الله ای بیناد من دیشب گفتم گفتم ای بی نداره که از ما انتظار دارن خوب باشیم الحمدلله از خودشون انتظار دارن بد باشن از ما انتظار دارن چیه خوب باشیم خدا رو شکر که مردم از ما انتظار خوبی دارن از ما انتظار کوچکترین خطایی هم ندارن خدا رو شکر الحمدلله خدا نگاه بنده هات من قبل مثبت کردی این شکر خدا لطف خداست حواسمون باشه یک یده از ایرانی ها متاسفانه میان اینجا هم دنبال, دنبال, دنبال بحث نجادی خودشونه اینجا جای این حرفا نیست بذارید کنار اینا رو اینجا بندگون خدا میان شما وای می نه از دینت میپرسن از ایمونت میپرسن از نجاتت میپرسه نه هیچی پذیرایشو میکنه تو کاری نداره ایرانی عراقی پاکستانی افغانستانی از هر جو میخوای باشی باش اینجا معیار هویت تو این است که محب به حسین بن علی هستی میگن محب مولای منه آقام اینو تو این مسیر دعوت کرده به من چه که بخوام بازو بپرسم بگم که مثلا حالا اگه مثلا عراقی هواشو بیشتر داشته باشم یا اهل فلان جا که هواشو بیشتر داشته باشم بار هم اینو عرض کردم اینکه سعی بکنید این امت واحده رو اینجا نشون بدیم برید موکب عراقی ها برید همه به ایرانی ها دنبال موکب ایرانی ها میگردن بله من میدونم ما به لحاظ فرهنگی مثلا که سری رفتارها داریم عراقی سری رفتارها دارن ما بیشتر احساس راحتی میکنیم ما فرهنگشون اما دارین رو تصمیم میشه من یادم اون سال اول که میادیم تو یکی از این موکب ها یه دونه س... مای دستشوی پیدا نمیکردی تو خود عراقی ها از صابون بیشتر استفاده میکنن من هر موکبه میرفتم تشکر میکردم فلان میگفتم ایرانی ها از مایه دستشوی بیشتر استفاده میکنن دیگه صابون تقریبا بر افتاده الان شما میبینید چقدر چی شده پس تص... اونام دوست دارن بهتر به ظاهر خدمت بکنن دنبال اینا ببینن چه چیز باب میل ظاهره اونا درست بکنن میان تغییر میدن و خیلی خوبه یک جاهایم هم حساسیت های ما یه خورده کم بشه و کمتر هم شده نسبت سال اول اول گفت وای آقا شما نمی‌دیدید اونجا اینجوری میکنن اونجا اینجوری الان اون همون آدم حساسیتش خیلی کمتر شده به یک نقطه مفاهمه میرسیم به یه جایی که میتونیم همدیگه رو بفهمیم اون اتفاق خیلی خوبیه حالا که این چشما به هم چسبیده یه دریای درست شده اصرار نکنیم دوباره دریا رو تبدیل کنیم به چشمه چشمه این فرصته داعش خیلی بدی ها داشت در این شک نیست اما برکاتی هم داشت عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد اگه خدا بخواد صدامو با آمریکا میندازه بیرون به من تو چه هنرشه اگه خدا بخواد موسی رو تو خونه فرعون بزرگ میکنه ما چیکار داریم این روش کار خداست یکی از برکات وجود این ملعونها این بود که شیعه یک پارچه شد در دفاع از چی؟ حرم اهلوی بازم نخ تسبیح چیه؟ اهل بیت اینجا میخواد اینو به ما بفهمونه که نخ تسبیح شما دریا چه دیگه کار نداشته باشه چی میشه ماها اینقدر تغییر میکنیم اینجا چون تو خونه زندگی خودمون اینجوری نیستیم میبینی چرا چون اونجا منما مهمه اونجا هر دونه تسبیح خودش رو میبینه اما اینجا نخو میبینه اگر میخواد جامعمون درست بشه برگشتید مردم رو ارجاع بدید به اهل بیت مردم خوب میشن همونطور که مردم تو مارمزون بهتر میشن آرام آمار جرم و جنایت میاد پایین همونطور که مردم تو عاشورا تا تو دهه محرم بهتر میشن دونه های تسبیح اگه نخ تسبیح نباشه باید از زیر دست و پا جمعشون کنی روی زمین اصلا مایه اعصاب خورد کنی هم میشن اذیت هم میکنن ها زیر دست و پا اما همین های نخی میاد این دونه هایی که به هم هیچ ربطی ندارن از شرق و غرب عالم جمع میکنه بهشون مفهوم میده میگه الان شدید تسبیح میگه تو بعد از اون اون قبل از اون یکی و حالا همتون با هم دیگه هر کدومتون یه کار کرد دارید با هم هم یه کارکرد جدید دارید امروز داستان این راهپیمایی اینه فقط اهل بیت میتونه اینجوری جمع بکنه شما امروز ببینید الان در سوریه و عراق کیا دارن میجنگن ها دارن میجنگن پاکستانیا دارن میجنگن هیدریون زینبیون فاطمیون افغانستانی دارم بچه افغانستان میگفتم چند وقت پیش برای خادماشون میخواستم بیان تو مسیر خدمت بکنن گفتم که خدا وکیلی میلیارد میلیارد پول خرج میکردید اینجوری که ما شهدای مدافع حرم به شما عزت و آبرو دادن نمیتونستید کار رسانه‌ای بکنید اینجوری عزت و آبرو پیدا بکنید این ویژگی اهل بیت آبرومندن این خاندان هر کی با اینا بپلکه اللهم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد یعنی همین آبرومندت میکنه اندک وجیحا اند الله آبرومند میشین از خدا به واسطه این خاندان این ارزشه اینا دریابیم ما اگر مینیم ما اینجا حالمون خوبه اون بعد بد میشیم دوباره به خاطر نخ تسبیح پاره میشه همین امام حسینی بودن رو هم اونجا ببریم و تذریق کنیم خوبی رو تو جامعه مون. این قوم این به خدا اینا همش خود ساخته از اینا شیطانیه اون دنیا داداشت تو رو نمیشناسه بهت بگم یوم یفر رولمر من اخیه داداشت در دست در میره داداشی که از یه پدر و مادری تولید یه کارخونه اید نمیشناسدت از غذا میگن اون برادری که باهاش و اخوت خوندی روز قدیر میگن اون دنیا میشناسدت. چه فرقی داره اون برادر با این برادر اون مبنا امیر المومنینه میگه به خاطر علی ابن عبی طالب اومدیم با هم سیقه برادری خوندیم عهد و عقد برادری خوندیم یا اون المعاخات اون دنیا میشنسده تو رو روز محشر رو دست میگیره دستشو میگیری اما برادر خودت پا میذاره رو صورت در رو, رو رد میشه الا اینکه برادر خودت هم علاوه بر اینکه اون برادری ژنتیکی باش داری اون طرف چی به واسطه محبت اهل بیت به تربیت اهل بیتی هم برادر باشید بله میشناسید اون موقع. ما در قرآن آیه داریم که میگه برخی هستن با خانواده هاشون تو بهشتن با زن بچه هم دنیاوی خودشون این خانواده اهل بیتیان، خانواده تربیت اهل بیتی هن. این بحثا شمال شیطونه. شیطان میگفت من آتیشی هم این خاکیه نجات پرست بود اگر ذره تو وجود من و شما اثری از این ش... تفکر شیطانی نجات پرستی باشه ما رو به آتیش نزدیک ما از اهل به دور میکنه چون نجات پرستی اشیر پرستی سوره و 24 میگه چی این مال سیستم امام حسین نبود مال سیستم یزید بود یزید وقتی اون چوب گرفته بود دستش به لب و دندان مبارک ابا عبدالله میزد میگفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو جز الخزرج من عقل اصل کاش اشیاخ من, من از بعد تو جنگ بعد بنی امیه زنده می بودن به بدرن شهدو می دیدن این مردم مدینه رو من چجوری آوردم اینجوری زیر فشار نیزه ها دارم شکنجهشون میکنم لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل از بنی خندف میبینی نگاه نجادی داره نگاه ای داره از بنی خندف نیستم اگر از بنی احمد انتقام نگیرم حالا من هی بیام بگم یا حسین یا حسین لبیک یا حسین ابد والله یا زهرا ما ننسا حسین نه نمیدونم چه و چه و چه اما رفتارم یزیدی باشه صفاتم یزیدی باشه و چه فایده داره من زمینی دارم به ابا عبدالله نزدیک میشم اما قلبم به ابا عبدالله نزدیک نمیشه اون چی که مهمه قلبه باید نزدیک بشه فردا روزی برگشتیم شهر خودمون یادمون نره مبنای خدمت رسانی به یک نفر محبت اهل بیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم مباد شیطانی باشیم این مسیر داره به ما یاد میده بابا اینجا حضرت یه کلاس آموزشی یه دوره آموزشی یه هفته ای برگزار کرده همه هم فراخوان کرده دوره آموزش هم متونش هم خودش نوشته شرایط یکسان هم فراهم کرده میگه بیا بشین سر کلاس برمیگردیم این آموزش ها رو بریم تو شهرامون توصیه بکنیم یاد بدیم به مردم نکته بعدی در مورد این مسئله اینه که خدای نکرده این اجتماع بزرگ جهانی شبه دولتی بشه نباید این اتفاق بیفته تجربه جمهوری اسلامی ایران اینه که هر کاری رو ما دولتی کردیم فاتحش شد خونده شد هر کاری مردمی باقیمون خوب پیش رفت حوزه های علمیه ما علمای ما به شدت مخالف بودن که در بودجه سالانه در واقع که می، نوشته میشه برای بودجه گرفتن حوزا بخوام پول بگیرن از دولت ها گفتن نه باید همینجوری مردمی بمونه به هزار یک دلیل چند تا دلیلش میشه این یکی این فردی دولت سیاستش این طرفی دولت سیاستش اون طرفی یا میبنده یه می کاری خراب شد مثالش بحث شهرداری تهران بود دیگه یک نگاه سیاسی تغییر کرد در شهرداری تهران کمک هایی که در اربعین میشد به اربعین یه خورده چی شد؟ ما رو متفاوت شد دیگه نه واقعیت که اتفاق افته تاروف که نداریم که نه بزنیم باید مردمی هم جکن همین الان مکتب مکتب جمع کرون چند تا مکتب جلوتا هم مکشب حرم حضرت مصومه هیچ کدوم فکر نکنید از بودجه حرم ها داره اینجا خرج میشه ابدا من خبر دارم دارم به تو میگم مردمی مردمی داره کار انجام میشه همین هم باید... کار پیدا بکنه ما دور نداره اون مال اهل بیت مگه جز اهل بیت چیز دیگه هم داریم مگه هویتی داریم طرف هر موقع میخواست فقیر به فقیری کمک بکنه مینوشت دفتر داشت بدهکار بستانکار کمک که میکرد امیر المومین می رو کرد. میکرد گفت من فقط به خاطر علی میبخش اب آخر عمرش مریض شد آرزو داشت بتونه یه راه آبی بکشه توی مکه از کجا به کجا افتاده توی رخت خود پول نداشت یه دید امیر المومین اومد بالا سرش نه در خواب و در بیداری اومد بالا سرش دفتر رو باز کرد همون دفتر همین آقا رو گفت زده بودی به دکارت جا جا پس بگیر حالا دونه دونه چند برابر هر کدوم مگه این خانواده این خانواده بدون چشم داشت به دشمنان خودشون کمک کردن حضرت زهر و سلام الله علیه ها در نمازش همون همسایه هایی رو دعا میکرد که چه ها نکردن بعدن این خاندان اهل بیتن اون وحشی که حضرت حمزه سید و رو به شهادت رسون آوردنش جلو پیامبر پیامبر بخشیدش این خاندان این بعد گفت از خزانه قیبت تو که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری ما باید بده کار میمونن این باید مردمی بمونه اگر غیر این عوض بشه کار خراب بشه باید همینجوری مردمی بشه بارها مرز کردم. میزبانی رو از عراقی ها نگیریم ما کمکشون بکنیم اما میزبان این مسیر کی عراقیان. یه وقت بیایم خدا نکره توی رقابت بیفتیم بیایم یه موکب بزنیم نمیدونم با آنچنانی فلان به همان که او احساس بکنه که دیگه نمیرسه تحقیر بشه این خیلی خطرناک وظیفه ماست که با این برادران ما برادران میزبان ما ببین چقدر دستها در پی این بودن که ما دو تا ملت با هم بجنگیم در زمان اون ملعون صدام الان چی شد برادرانه داریم همون با آغوش میکشیم هر کاری کرد شیطان نتونست بین محبان اهل بیت فاصله بندازه اما تو یه جبهه واحد ما افتخار میکنیم کمک میکنیم به مردم عزیز عراق در دفاع از چی؟ از سرزمینشون در دفاع از حرم اهل بیت با افتخار میگیم جمهوری اسلامی هیچ باکی هم نداره اعلام میکنیم افتخار میکنیم که کمک نظامی میکنیم هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم که هویت این کشور حفظ بشه این کشور محل زیست اینجا شیعه خونه امام زمانه آقامی که ظهور به فرمان تو کوفه محل حکومتشون تشکیل میدن محل زندگیشون تو مسجد سهله است محل حکومتش تو مسجد کوفه است اینجا خونه امام زمانه بیم تجربیات خودم به مردم عزیز عراق انتقال بدیم بگیم آقا اینطوره ما کار فهم. ما چهل سال همین کاری که شما دارید میگین ما کردیم آقا اینا رو ما کنه کردیم این کار بکنید این کار نکنید وقت خودتون رو تلف نکنید ما انجام دادیم نتیجه گرفتیم و نگرفتیم این خطره تا جایی که میتونید با این مردم عراق بجوشیم بگیم بخندیم عکس یادگاری بگیرید با این موکب عکس سلفی بگیرید کیف میکنن به خدا با همین چارت کلمه عربی که بلدی دست و پا شکسته شروع کنید من دوستان دیدن هر دفعه جلو هر موکب میرم شروع کنم شوخی کردن با اینا باشون میگیم میخندیم آش عراق یعنی زنده باد عراق زنده باد عراقی ها وقتی اینو کیف میکنن یه موقع ایرانی عراقی اینا مهم نیستش ما هممون شیعه ایم شیعه امیر این اینا مهمه لذت میبرن خود اینا میگن تفکرات اونسوری این نجات پرستی میگن تفکر انصری اینا بذارش کنار صدام سالها کار کرد که اینجا بگه عرب مجوس عرب مجوس عرب عجم سالها کار کرد تو متون درسی اینها بود امام حسین اومد ریخ همه چوب خدا قسم نه حواسمون باشه مورد بعدی که من دو خطر میدونم باید لحاظ بشه این تهدیدات اینا یقین بکنید دشمن کار خواهد کرد ببین ماجر عربی وقتی شروع شد خب اینا هنو گیجن که چی شد اینا کیان یهو ریختن این جمعیت میلیونی با کدوم کار رسانه اینا کشوندن کشتن خودشون نمیتونن چه کار یک دهم این جمعیت رو نمیتونن جمع کنن یه جا تو کشورهای پر جمعیت نمیتونن این کارو بکنن تو چین یه میلیارد جمعیتی نمیتونن این کارو بکنن و اما یقین بکنید این کارو خان کرد یقین بکنید من این جونه برا رو میشناسم اینها تهدیداتیه که خطراتی که دست خواهند گذاشت روش از همین جاها وارد خواهند شد یکی دیگه از خطرات ببین من این منظورم اینه اینا هنوز گرای اربعین رو نگرفتن صد درصد الان انال آنالیزوراشون رو فرستادن دارن بررسی میکنن که من نقاط ضعف رو بده از کجا میشه این زد و شروع خواهند کرد همونجوری که سه چهار سال از انقلاب ما گذشت دو سال از انقلاب ما گذشت بعد فهمیدن چی شده وقتی فهمیدن دیگه شروع کردن سنگ اندازی کردن ما نباید بذاریم اون تجربه ها اینجا استفاده نشه تجربات مثبت ما و تجربه منفی که داشتیم اینجا برطرف بشه حواسمون باشه خطر بعد این که این مسیر نفسانی بشه این مسیر الهیه تو این مسیر جنسیت بیاد وسط زن دختره مرده پسره این بلا رو سر حیعت ما تو تهران آوردن نکردن دنبالن اینجا این کارو بکن شک نکنید باید اگر خدای نکرده یک نفر پوشش مناسبی نداشت توسط خود مردم به نحوه احسن چی بشه امر معروف نهی از کرده به نحو احسن درست نبود اخلاقی برادرم پوشش هم الزامن حیا این چیزا فقط بر زن نیست ما مردم باید پوششو مناسب داشته باشیم الفاظ درست استفاده کنیم رفتار درست داشته باشیم خواهرم برادرم اینجا جاش نیستش درست کن خود من یک بار در حرمه میری در عراق حجاب اجباری نیست بغداد بری کلی سر داره اما شما در کربلا و نجف یک دونه بعد حجاب نمیبینید گشت ارشاد هم ندارم. چرا امر معروف نهی از بعضی از همین عراقی ها میان مشهد میبینی یه خورده هجابشون بد میشه این میان ایران هجابشون یه خورده بد میشه تعارف که نداریم که اینجا چون هم رفت ازمون کم کنم من خاطرم از یک روز در حرم متحر حضرت عبا عبدالله داشتم نماز میخوندم دارم که نماز مستحبی داشتم میخوندم یک خانومی جلوی من رد شد چادری بود یه خورده یک کلیپسی بسته بود چیه این داست... کلیپسی هم داستانی داره دیگه, دیگه, دیگه. شبا کایت آره یه خورده سرش برآمده بود در واقع یه تار موشم بیرون نبود تو این دو رکعتی که من داشتم نماز می‌خوندم همین این اتفاق جلوی من بود میشندم دیگه صدا رو بالا بگم چند نفر اومده میشون تذکر دادن از خود عراقی ها ناراحت شده بودن این چه وضعشه تو حرم امام که که خانم کشید خودش رفت سمت یکی از اون کلمنات اونجا که مفاتی می‌ذارن تو اون فور رفت دیگه در حرم وجود داره رفت اونجا حجابش درست در کرد شما نمیتونی اصلا اینجا مثلا اینو باید لحاظ بکنی این کاره که اینو خواهن کرد بعضا دیده شده اینو خواهرای محترم گوش کنم من توی توصیه نامه قبل از سفر اربعین گذاشتم توی شبکه‌ش بعضا دیده شده این خانم ها بعضا میرن تو موکب هاشون میگن آرایش کردن ایرانی ها حالا بهانه ها مختلف دیگه نمیدونم ضد به نمیدونم چی چی و فلان این چیزا ما هم سر در نمیدونه چیان. اما من اینو میدونم که به شدت مردم عراق رو بد میدونن به شدت و با... یعنی از این بهتر شما نمیتونید وجهه کشور تو خراب بکنید. اونم علل خصوص در ایام چی؟ ازاداری عبدالله. یکی از این عراقی ها بینید نگاهشون اینطور عجیب غریب که از این عراقی ها من مستندش رو دیدم سمت بسره موکب زده بودن خب قضا درست میکردن برای زائرین آله خودش و همسرش و دختراشو آورده بودشن قضا درست میکردن خب اینا هم باهجا بودن قرص صورتشون فقط بیرون بود بعد میگفتش که تمام مدت سال اینها پوشیه میزنن تو این ایام هم میگم آلالله اینطوری بردن باید همینجوری باشید من با صحت کاریشون کاری ندارم کار درستی یا نه ها من سر این بحث دارم که آیا باید این کارو کرد الزامن یا نه اما میخوام بگم این طور درگیر ماجرا اهل بیت این طور به خدای نکرده و خراب این آروم آروم فرهنگ میشه ها این باب میشه تو چش بودن تبرج میگه ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا پیامبر فرمود قرآن آیه داریم خودتون مثل جاهلیت اول تبرج نکنی تبرج برج یعنی اون ستاره که تو می درخشه خودتو تابلا نکن یه از خطرات این مسیر تابلو بودن تو مسیره یه کاری بکنی که همه حواسشون برش بینه نگاه اوکی چی مثلا وقتی فهمید جاهلیت الاولا پس میفهم یه جاهلیت الاخرا هست یه جاهلیت دوم یعنی که جاهلیت آخر الزمان یه جاهلیت مدرنه میگه زنهای عرب در زمان جاهلیت یه چیزایی به پاشون میبستن عمدن پاشون رو محکم میکوبیدن زمین که این جیرینگ جیرینگ بکنه مثل همین فشن که پاشون رو میکوبن زمین عمدن یک مدل آرایش میگن که تو چش بیان همون مدلی که الان هستش جاهلیت جاهلیت پیامبر فرمود که بابا تبرج نکنید تو چش نید خدا دوست نداره حالا من تو مسیر راهپیمایی اربعین بیام تبرج کنم بابا این مسیر مسیر عزاداری امام حسینه حواسمون باشه نشه مثل بعضی از این دست های ازاداری شهرهای خودمون که دختره بایست اون بغل و پسرم داره سینه میزنه و همچنین شماره میده دشمن برنامه ریزش خواهد کرد حواس اون باشه باید این مسیر هدف نهاییش تمدن اسلامی و حکومت ممزمانه به شما بگیم این مانور اصلا مانور ظهوره خود توجی نیستی داری چی دوره آموزشی مانور برگزار شده برای ظهور آقا ما اصلا باید یاد بگیریم انها مختلف چجوری یه زبان مشترک پیدا کنیم بین شیعیان داری یاد میگیری هر سال که داری میای میبینی اینا بیشتر فارسی گرفتن تو بیشتر عربی یاد گرفتی یک زبان رفتاری مشکل یاد بگیری یه خبری رسید چه بلد باشی جا درست کنی دستشویی درست بکنی محل استحمام درست بکنی ها محل استراحت درست بکنی چه جوری بری چه جوری سایبون چه کفشی انتخاب کنی همینا داره آموزش می‌بینی حالا قرار خودمون بنویسیم اینجا یک روز یک صدای از کنار خانه کعبه خواهد آمد و ما اون وقت دست دست با نمی‌شناسیم برای خودمون رسوندن به کجا به کنار خانه خدا چون امام اون اونجاست اما قبلش دوره برگزار کردیم کامل بلدیم چجوری توی مسیر بریم پذیرایی بشیم غذامون رو تقسیم بکنیم همه اینا رو آموزش دیدیم این مسیر همه جوره داره آموزش ما میده با این رفتارهای غلطی که ما تو زندگی های شخصی خودمون سبک زندگی غلط خودمون تو شهرامون داریم نمیتونیم به امام زمان برسیم اینجا داریم آموزش رو مبادا فقط در حد همین راهپیمایی بمونی این رو باید شما نظر امام زمان بکنی اصلا باید با هدف قایی ظهور ببینی هدف نهایی ظهور ببینی اصلا این مسیر برای امام زمانه اصلا تو داری این مسیر رو میری که یک بار دیگه سال و کیجی تکرار نشه سال و کیجی قرار بود یک سری آدم از کوفه همون نجف خودشونو برسونن به کربلا نامردی کردن نیومدن اون موقع چند نفر اومدن خیلی کم بودن حبیب بود مسلم بود شوزب بود آبس بود اینا زدن از کوفه در رفتن خودشون رسوندن به کجا به عبدالله در کربلا امسال اون عدد شده سی میلیون داریم همین مسیر رو میریم اصلا باید خرج امام زمان بشه باید به با آقا بگیم آقا جان ما نمیذاریم سال شست که هجری تکرار بشه چرا نمیای؟ بیا والا پادوایی میستیم ببین میگن این کشور داعش داره نمیدونم فلان کو کی ترسید ریختن مردم دارن میان این اون هدفه را که من گم ببین اگر هر کاری شما کردی هر کاری به امام زمان حی و حاضر نرسید به درد نمیخوره ها همه چی باید به امام زمان وقت برسه شما هر آنچه از هر کدام اهل بیت میخواید اگر امام زمان امضا نکنه زیرش محقق نمیشه این دقت کنید طرف خدمت امام زمان از جلال الله گفت آقا این دعایی که ما یاد دادن ما داریم اسم چند نفر رو میبریم میگیم؟ یا فاطمه یا علی یا رسول الله بعد بعد باید بگیم ادرکونی بعد جمع ببندیم اما چرا ما بازم میگیم چی ادرک نی حضرت فرمود درست میگید شما چون اون آخریه باز دست منه شما به یه نفر داری میگی این امضای من باید باشه پاش مردم در زمان امام رضا میرفتن خونه حضرت حضرت روزه امام حسین میگرفت خودش میشه سو صندلی یه شاعری دعوت میکرد یا به قول امروزی مثلا یه منبری هم دعوت میکرد هم دعوت میکرد عزاداری هم میکردن مردم گریه هم میکردن فوش به یزید هم میدادن تو سرشون هم میزدن برای امام حسین بعد میرفتن خونشون شون اونجا نمیفهمید بابا امام حسین الان همینجا رو صندلی نشسته یزید هم داره اون معمون هارون هیچکی نمیفهمید سوزنشون گیر کرده و تمون 1400 سال پیش از غ... به قرآن معتقدم به قرآن قسم دارم میخورم لفظ جلاله است دارم قسم میخورم به شما من معتقدم همزمانی داعش خروج داعش، حضور داعش در بین دنیا در دنیا و همزمانش با اربعین یک معنی جالب این وسط داره. میخواست به من و شما بگه بیا نگاه کن شمر الانم میتونه باشه. بفهم. شما شک دارید این داعشی که با محب بهله بیت این کارو میکنن دستشون به امام حسین میرسید کمتر از شمر نمیکردن. مطمئن باشید. مطمئن باشید. کمتر از شمر نمیکردن. اگر من تو این مسیر متوجه امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف نباشم دو قرون نمیارزم من به شما بگم عزاداری که توش امام زمان در نیاد خاخامیزمه خاخامیگری یهودیاست. پیغمبر میکشتن نمازم میخوندن اینو با درک بکنیم و برسیم به امام و باید خط به امام زمان بشه این مسیر یکی از خطرات دیگه که تهدیدش میکنه که دشمن ستیزی توش نباشه مگه میشه من هم عاشق امام حسین باشم هم دل در گلو یزید داشته باشم امکان ندینه قابل جمع نیست برای داره من به هیچ وجه مولای من و شما فرمود داستان داستان حسین و یزید نیست مثلی لا یبایع مثله یکی مثل من و حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه یعنی تو باید دنبال مثل حسین شدن باشی و در به در دنبال مثل یزیدا بگردی بزنی رو در بیاری از تو هیئتی که سوزنش گیر بکنه فقط به 1400 سال پیش به یزید و شم رو نمیدونم اونها بر اونها لعنت بادا هزار مرتبه لعنت باد اما این حداقل برداشته اون هیئتی که بریتانیا برگزار میکنه قیمتش هم میده در طول تاریخ هم بوده تاریخ بخونید هیئتایی بودن خود انگلیس برگزار میکرد برپا میکرد گفت بیا بی نداره تا تا موقعی که تو داری برای حسین ابن علی فقط گریه میکنه به یزید فوش میدی با من انگلیس برای من انگلیس خطر نداره یکی از کنسولگریاش تو جنوب بوده منم تو بندر بود تو بوشهر بوده کجا بوده این سر کنسولشون که میاد اونجا همزمان س... وقت نماز بوده نماز ظهر بوده صدای اذانی که میشنه میترسه میگه این چیه میگه اینو اذانه یعنی بلنش بیاد نماز بخونید میگه با منافع بریتانیای کبیر تداخل داره آسیبی میرسه به منافع بریتانیا یا نه گفتن نه گفت بس بز بخونه انقدر بخونه تا جونش در بیاد ولی ما هیئت انگلیسی هم میتونیم داشته باشیم هیئت آمریکایی هم میتونیم داشته باشیم هیئت سکولار هم میتونیم داشته باشیم در بره سینه بزنه اما عملا دنبال یزیدای امروز نمیگرده بابا یزید هم یه آدم بود شبیه اونم زیاده همین نتانیاو فیلم کمتر از یزیده همین داعش ها کمتر از اون سپای سی هزار نفره عمر سعدن بالا کاره که اینا دارن میکنن اونا نکرده بودن ما اینا رو داریم میبینیم گیر میری جماعت اینقدر انقدر کسیف انقدر کسیف بردارن زنای مردم رو به اسارت بگیرن ببرن گرسن اینا رو نگه دارن بچه هاشون ازشون جدا کنن بعد دو سه روز به اینا چلو گوش بدن اینا تشکر کنن بگن بچه رو بیارید ببینید بگه همونه که خوردی گوشت بچت بود خب اینا که اونا که نکردن که حالا با سوزنت گیر بکنه فقط اون طرف تو این مسیر این اون اون زدیت و سحیونیزم جهانی با آمریکا با اسرائیل ما احمق این داعش رو فقط یک جریان یهویی برخواسته از بین عراق و شام ببینیم نه خیرین این نیست اون دستی که نور شورونده رو داره میبینیم این مسیر باید پر از بغض مقدس باشه نفرت باید داشته باشی از اینا نداشته باشی مشکل داری مشکل داری اگه نداشته باشی بعد نفرت داشته باشی از اینها چون اینا اون ساختارشون یزیدیه کم بچه میکشن الان تو یمن فکر میکنید شما اگر ابا عبدالله به جای علی اسقر خودش پسر خودش بچه یکی دیگه از کاروانی ها رو گرفته بود برده بود برای آب گرفتن اون اتفاق افتاده بود ابا عبدالله کمتر ناراحت میشد شما اهل بیت اینطور میفهمید شما فکر میکنید برای امام زمان عجل الله روزی صدها علی اصغر روزش داره اتفاق میفته امامی که میفرماد ما با سردرد شما سردرد میگیریم مصیبت مردم میانمار مصیبت این بچه شیاهای یمنی بهرینی عراقی سوری جگرسوز نیست صبح و شب آقا امام زمان گریه میکنه نه اینکه اشک ایشون تموم بشه بعدش خون گریه بکنه نه خیر بدل از دموع یعنی عوض اشک از همون اول خون گریه میکنم امام حسین علیه السلام روحی فدا یه سال شست و آشورا گذارم امام زمان عجلالله هزار و تا تا الانش آشورا گذرونده هر بار که همون آشورا داره ارزه میشونه هر بار ظهور شکل نمیگیره میدونی یعنی چی یعنی هنوز شما خیلی قابل اعتماد نیستید امام بیا تنهاش میذارید این معنیش اینه دیگه و اینا ما اصلا شرط اصلی ظهور آماده شدن ماست ظهور یک شرط بیشتر نداره بقیه چیزا همش حاشیه است بر این فرع بر این اصله که تا موقعی دیگه قابل اعتماد نیستید یازده تا فرستادن به کشتن دادید تا موقعی که محکم پاش وای نستید نمیفرستم برای همینم قبلش باید امتحان پس بدید بذار ببینم تو این مسیر یه صدای ترقه هم در بیاد همینجوری بازم میرید بذار ببینم گرد و خاک بشه جا میزنید یا میاید ها تالاش که فقط خوبی بوده فقط پذیرایی دیدید فقط خوشی بوده بذار ببینم دو تا ترقم در بشه میری یا نه یا جا میزنی در میری دند عقب سمت نجف یا باید در کرد مبادا رقابت های ناسالم شکل بگیره رفته بودیم یک شهری سخنرانی شهر کوچک در کشور خودمون در همون شب بعد از نماز مغرب و شب پنج تا سخنران کشوری تو اونجا سخنرانی داشتن توی <تص> شهر بنده بودم آی نقدی بود ما خبر نداشتیم اما ما بنرار دیدیم حاج آی نقویان بود حاج فرحزاد بود حاج آی بود توی شهر کوچی من گفتم چرا اینجوریه گو اینجا میدونی اینجا کری خونیه اینجا این هیئت فلانی رو میاره این مسجد فلانی میاره ما باید کلشو بخوابونیم یه سخنران بیاریم بگیم نگاه کن دیدیم مسجد ما هزار نفر پر شد صد نفر بیشتر نرفتن پا منبر فلانی هر هر کر کر من این چیشه چیش امام این آدم دقیقاً باید به ما بگه چی از امام حسین فهمیده بوده یعنی اون باید کل کل کنه یه مدت به این دعوای علما داستانه بود دیگه این مثلا علم اونم چند شاخص بلند کرده علم اهل بیت تو ببر بالا علم اخلاق اهل بیت تو ببر بالا مردی پهلوان اون میخوام حالا جلو نامحرم نشکنه و اگر نه تا دلت بخواد میره میخواد پرس سینه میزنه ایناش مشکلی نیستش پهلوان اون میخوام اون لحظه که میتونست مال مردمو بخوره پوریای ولی میخوام مرام داشته باشه معرفت داشته باشه از امیرالمو اینا رو یاد بگیره و اگر نه خیلی آمپولی اندو داشت به باد بازو و سینه و اینا نیستش مرام میخوای بر بچه در دوازده ساله بهت مرام نشون بده عبدالله ابن حسن چیکار کرد ساعد دست خودشو جلو شمشیر قرار گرفت گفت باشه بذار اول بخوره به این سربش کمتر بشه به فدای سر امامم برای اون بچه پهلوانی یاد بگیر قبل از عبدالله ابن حسن قیس ابن زهار آکه مشرقی سوار اسب شده به تاز داره در میره بهت بگم تا دقیقه نوت تو سپاه امام حسین بود نتونست اونو ترسید یه اسبی هم قایم کرده تو خیمه ها فرار کرد رفت دنبالش هم افتادن یکی از فامیلاش در اومد گفت ولش کن که نمیخواد به جنگه بی خیال شدن در رفت پهلوان میخوام بچه 13 ساله حسین فهمیده هر چی نگاه کردی نه آر پی جی داره چیکار کنم این تانک بمونه با این نارنجک بابا شنی تانک منفجر کنم پارش راهش همین دو سه تا نارنجک با هم بعد منفجر بشه نارنجک میاد به کمر خوش بچه به قرآن حرف میزنیم به خدا گفتنش واسه بعد تانک با اون گندگی رو ببینی قرش کنه سمتت بیاد بچه اینجا به خوش بره به خوش بندازه زیر تانک اون پهلوونیه این رقابت های ناسالم خدای نکرد اینجا شکل نگیره ها هزار و صد و خورده ای سال هزار گرای روزای اهل بیتو گرفتن فهمیدن باید باشی کار کنن و همین ب... کارها رو اینجا خواهند کرد یک نکته آخرم من ارز کنم لزوم آموزش این برمیگرده به دولت مردان عراقی و ایرانی که بیشتر درگیر این مسئله هستن لزوم آموزش های صحیح هم زائران هم خادمان آقا ما مگه چند تا موکب داریم دیدید چقدر دقیق زحمت کشیدن خدا خیرشون ده کاملا نام موکب دار شماره تلفنش دیدید رقم موکب همین رو مشخص بیان در طول سال پنج روز مشخص بکنن بگن هر روزی که تو میتونستی تو یک از این پنج روز باید مراجعه بکنی یه سری آموزش ها ببینید آقا این ایرانی ها از این چیز خوششون میاد از این خوششون میاد. تو بدون تو موکب داره عراقی داریم. میای میخواد خدمت بکنی دیگه یه جا تو میخواد خدمت کنی میبینی اینا رو هم کردی تازه ما دو آموزش بدیم دیگه آقا ما در طول سال آموزش بدیم به زائرمون آقا مردم عراق خلقتشون اینه آقا اینا ناراحت نیستن اینا بلند حرف میزنن من اول خودم فهمیدم می‌کردم چقدر عصبانیه بعدم نه اینا بلند حرف میزنن شما تعجبی آقا اینقدر بوغ زدن ماشین میدیدیم تعجب میکردیم نه اینجا عادیه اینو بعد ما بفهمیم موجب سوء تفاهم نشه میگه آقا با من دعوا داری نه با تو دعوا نداره اصلا من چیزی بشم دوستم داشتم تو فرودگاه میگفتم گفتم اینا رو نگاه کن الان یه خورده شلوغ بشه حواسشون پرت بشه عصبانی میشن وقتی عصبانی میشه هیچی نباید بگی برو کنار وایسا 5 دقیقه بعد سرد میشه خودش میگه ببر کارت انجام بده مثلا ایرانی ها ریخته بودن ساکاشون رو خواستن رد بکنن یا ناراحت گفت هیچ کیو دیگه راه نمیدم بر تو کارت همه میگفتن آه اینم علم میکنه بل میکنه بشینید اون بغل 5 دقیقه بعد آروم میشه بالاخره یه فرهنگ خلقیات یک نفر اینا باید آموزش داده به شما طرف نمیدونه والله. اینا وظیفه رسانه هاست هر کسی به اندازه خودش به دوستش بگه اون کاری هم که دولت مردم برمی تو بحث بهداشتی نمیدونم چیه و فلان رو به من امکانات در اختیارشون قرار بدن به خدا قسم هر محیط اندوزه هر موکب بسپر به خود موکب دار بگو بهداشتش با تو امنیتش با تو همه چیش با تو ببین قشنگ انجام میده یا نه اما وسایل بهشون برسون این وظیفه است ما باید انجام بدیم دولت مردان ما باید انجام بدن اگه میخوان کار درست انجام بشه اما فضولی نکنن تو کار اینا کلیت رو براشون فراهم بکنن بگیم بیالا خودت کار کن دولتی نکنن کارو بذار همینجوری مردمی کمکان باقی بمونه اینها رو لحاظ بکنید آقا با یه کاری بکنید این در تربیت در نسل مردم عراق این ماندگار بشه نگاهشون به ایرانیا. بارا من عرض کردم میگم آقا بلند میشی داری میای عراق ده تو گل سر بخر ها داری میای اینجا این به دختر بچه‌ای که تو مسیر می‌بینی بهش بگو من این هدیه مال تو او تا آخر عمرش دیگه نگاهش به ایرانی و ایران مثبت هدیه بدی معاویه چیکار میکنه؟ معاویه میرفت بره پخش میکرد بین نو... بچه ها تو شام پخش میگم گفتن امیر معاویه اینا رو داد سربازاشو میفرستاد به زور بره رو میگرفتن میبردن میگفتن کی گفته چرا این کار میکنه میگه علی گفته اینا رو بگیریم همون بچه ها بزرگ شدن چه ها که نکردن ببین 1400 سال بشین چیزا میفهمیده. عملیات روانی میکرد امروز دشمن من نکته آخره خوب دقت کن صبح و شب داره دشمن تو گوش مردم عراق میخونه که ایرانی ها اومدن تو کشور شما دارن فوزولی میکن صبح و شب عربستان داره بینا میگه منتظر باشید این خط این نشون بعد از اینکه با ید قدرت شیعیان محور مقاومت کردستان نتونست تجزیه بشه دیدید دیگه ها؟ منتظر باشید صدها صفحه اجتماعی علیه هشت و شعبی عراق درست کنه هی hey, میخوان بگن آقا ایرانیا دارن دخالت میکنن تو کار شما نه آقا این نیست ما مردم باید بفهمونیم مردم مردم این نیستش ما وظیفه خودمون میدونستیم دفاع از حرم اهل بیت ما چه دخالتی داریم ما از امنیت شما دفاع میکنیم یا ایرانیا یاد گرفتن همش عکس یه سری هایی که دارید با خودتون میارید اکثر نمیدونم مرجع تقلید مد نظرتونه نمیدونم عکس حاج قاسم سلیمانی بابا از عکس تصاویر مراجع بزرگوار و ازام تقلید عراقی هم استفاده کنه عکس آیت الله حکیم مرحوم آیت الله صدر آیت الله سیستانی 90 درصد مردم عراق مقلد آیت الله سیستانی هست عکس ابو مهندس مهدی عکس آمری اینا هم کنار عکس آج قاسم سلیمانی استفاده بکنید که بگیم آقا ما قهرمانان برامون تو این قهرمان عراقی شما برامون قهرمانه هیچ فرقی نمیکنه این خیلی براشون ارزشمنده صلواتتون رو بفرمایید